کلبی وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده است که آتش بس کنونی ممکن است آخرین فرصت برای نجات سوریه و حفظ یک پارچگی این کشور باشد در پی اعلام توافق آمریکا و روسیه در بامداد شنبه 20 شهریور از عصر روز دوشنبه 22 شهریور آتشپس در سوریه به اجرا درآمده است ساعتی پس از آغاز آتشپس وزیر امور خارجی آمریکا گفت برای روشن ماندن امیدها برای حل و فصل سیاسی درگیری ها این آتشپس میبایست نتیجه بدهد چرا که این تنها راهی است که میتوان به جنگ در سوریه پایان داد آقای کری با ابراز امیدواری به نتیجه بخش بودن طرح آتش تأکید کرد این طرح این شانس را دارد که نتیجه بدهد و ما باور داریم که تنها راه واقعی و ممکن برای پایان دادن به درگیری های راه حل سیاسی است آقای کری گفت من از همه طرف های درگیر می خواهم از این طرح حمایت کنند چرا که ممکن است این آخرین فرصت و شانس برای نجات یک سوریه واحد و یک پارچه باشد وزیر خارجه آمریکا از کاهش درگیری ها به دنبال اجرای این توافق خبر داد اما تاکید کرد بی تردید گزارش در خصوص درگیری در این نقطه یا نقطه دیگری وجود خواهند داشت اما این برای آغاز آتش باز طبیعی است جانکلی تصریح کرد گام بعدی این است که نیروهای دولتی اجازه دهند تا مردم مناطق تحت محاصره به کمک های انسان دوستانه دسترسی داشته باشند جنگ داخلی سوریه از سال 2011 تا کنون دست کم 290 هزار کشته بر جای گذاشته و باعث آوارگی میلیون ها سوری شده است به گزارش رویترز کارشناسان آمریکایی و روسی از ماه جوان در حال مذاکره بر سر این طرح برای برقراری آتش بس سراس سالی در سوریه بودند در ماه فوریه سال جاری روسیه و آمریکا بر سر طرح آتش بس در سوریه توافق کردند اما به دنبال درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان به ویژه تشدید درگیری ها در حلب این آتش بس نقص شد همزمان خبرها از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان سپاه در جنگ سوریه حکایت دارد بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج احمد قلامی از فرماندهان ارشد سپاه پس از یازده روز کما در حلب درگذشته است این خبرگزاری روز بیست و شهریور گزارش داده است این فرمانده سپاه روز نهم شهریور در حلب از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و به کما رفته بود این خبرگزاری از آقای غلامی به عنوان مستشار زبده نظامی نام برده که به سوریه اعزام شده بود وی در سوریه مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای حامی بشار را بر اوfte داشت از زمان حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه شماری از نیروهای عضو سپاه و بسیج کشته شدند اما تا کنون آمار دقیقی از تعداد آنها منتشر نشده است همزمان وزارت دفاع آمریکا کشته شدن ابو محمد عدنانی از رهبران ارشد داعش در سوریه را تایید کرده است پیتر کوک سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه 22 شهریور با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرد که ابو محمد عدنانی روز نهم شهریور در یک حمله هوایی هدفمند آمریکا کشته شد خبر کشته شدن این فرمانده داعش نخستین بار توسط خبرگزاری اعماق که اخبار این گروه را پوشش میدهد اعلام شد مقامات نظامی آمریکا میگویند آقای ادنانی در نزدیکی شهر باب واقع در استان حلب سوریه هدف قرار گرفت ابو محمد عدنانی یکی از قدیمی ترین اعضای داعش بود که از زمان قدرت گرفتن این گروه در بالاترین رده های آن قرار داشت پنتاگون عدنانی را معمار اصلی عملیات خارجی داعش توصیف کرده که حرکات جنگجویان داعش را هماهنگ می کرد مستقیما حملات انفرادی به غیرنظامیان نظامیان و خدمه نظامی را تشویق می کرد و فعالانه سرباز می گرفت آمریکا برای کشتن و یا اطلاعاتی که به دستگیری ابو محمد عدنانی ختم شود 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود دولت آمریکا حس و عدنانی از میدان نبرد را ضربه قابل توجه دیگری به داعش میداند صبح سهشنبه 23 شهریور ماه دو فروند هواپیمای بمبافکن آمریکایی که قادر به حمل بمب اتمی هستند بر فراز خاک کره جنوبی به پرواز درآمدند و هدف از این اقدام ابراز همبستگی آمریکا با کره جنوبی و آمادگی جهت دفاع از امنیت این کشور عنوان شده است به گزارش رسانه های کره جنوبی بمبافکن های آمریکایی از پایگاه هوایی آن کشور در جزیره گوام به پرواز درآمدند و با همراهی چند فروند نیروی هوایی کره جنوبی و آمریکا بر فراز پایگاه هوایی اوسان واقع در 77 کیلومتری جنوبی خط غیر نظامی حائل میان دو کره پرواز کردند. خبرگزاری کره شمالی گفته است که خشم عمومی مردم این کشور علیه اعزام بمبافکن به کره جنوبی به مرحله انفجار رسیده است همزمان با پرواز هواپیمای آمریکایی بر فراز کره جنوبی کیم سونگ نماینده ویژه ایالات متحده در امور کره شمالی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به شدیدترین وجه نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای کره شمالی واکنش نشان دهد نماینده ویژه آمریکا پس از گفتگو با نماینده ویژه کره جنوبی در امور کره شمالی گفت هدف ما کسب فوری سختگیرانه ترین قطنامی شورای امنیت شامل تحریم های جدید علیه کره شمالی است وی افزوده ایالات متحده به منظور مسدود کردن هر گونه راه گریز کره شمالی از تحریم های کنونی به رایزنی با چین خواهد پرداخت چین حامی دیپلماتیک اصلی کره شمالی محسوب می شود اما این کشور نیز از قصنامه تشدید تحریم ها که در ماه مارس به تصویب شورای امنیت رسید حمایت کرد آقای کیم گفته است که دولت چین بر لزوم وارد کردن فشار بر کره شمالی به منظور پایان دادن به برنامه های تسلیحاتی آن کشور وقوف دارد چین و روسیه از اقدام اخیر آمریکا و کره جنوبی برای استقرار شبکه دفاع موشکی در کره جنوبی به منظور مقابله با تهدید موشکی کره شمالی انتقاد کرده و نسبت به وضع تحریم های جدید تمایلی نشان ندادند. روز جمعه گذشته کره شمالی اعلام کرد که پنجمین آزمایش اتمی خود را با موفقیت انجام داده و منابع غربی نیز وقوع یک انفجار هسته‌ای زیرزمینی را تایید کردند. در همین حال روز دوشنبه تعدادی از نمایندگان پارلمان کره جنوبی از دولت آن کشور خواستند که بیانیه غیر اتمی ماندن شبه جزیره کره را که در سال 1991 با کره شمالی به امضا رسید ملغا اعلام کند و در صدد کسب تسلیحات اتمی براید یا از ایالات متحده بخواهد تجهیزات اتمی در این کشور نصب کند سایت ریاست جمهوری ایران از تماس تلفنی تمیم بن حمد آل امیر قطر با حسن روحانی خبر داده است بنابر این گزارش طرفین در این گفتگو بر اهمیت همکاری میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تاکید کردند این گفتگو که روز دوشنبه 22 شهریور به مناسبت فرارسیدن عید قربان صورت گرفته دو مقام ایرانی و قطری ضمن تبریک متقابل بر تلاش مشترک برای حل مشکلات منطقه و از جمله تروریسم و گری تاکید کردند روابط ایران و تعدادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در یک سال اخیر دست خوش تنشهای جدید بوده و این تنش به ویژه در پی اوجگیری اختلاف میان ایران و عربستان سعودی به میزان کم سابقه ای افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با امیر قطر گفته است مسائل منطقه باید توسط کشورهای منطقه و تنها از طریق مذاکره سیاسی گفتگو و مفاهمه حل و فصل شوند این سایت از قول تمیم بن حمد آل سانی امیر قطر نیز نوشته است روابط ایران و قطر پیوسته روابطی تاریخی و صمیمانه بوده و ما همواره از گسترش و تعمیق همکاری میان دو کشور در همه عرصه‌ها ها استقبال می کنیم و به دنبال روابطی ویژه و متمایز با تهران هستیم امیر قطر همچنین گفته است گفتگو میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار مهم است چرا که مشکلات باید روی میز گفتگو حل و فصل شوند و نه اینکه کسان دیگری بیایند و بخواهند آن را حل کنند قطر پیش از این بارها به عنوان میانجی در هنگام تنش در روابط ایران و عربستان سعودی عمل کرده است در تحول دیگر دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره پایتخت مصر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی فتوایی درباره انجام مناسک حج از سوی یک میلیون ایرانی در کربلا صادر نکرده است و این مسئله نادرست، ساختگی و افتراست. تعدادی از رسانه های عربی در روزهای اخیر گزارش داده بودند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ادامه یک کشمکش با عربستان سعودی درباره موضوع حج خواستار آن شده تا مسلمانان به جای مکه به زیارت کربلا در عراق بروند. دفتر حفاظت منافع ایران در مصر وجود این فتوا را تکذیب کرده اما تاکید کرده که زیارت امام حسین در روز عرفه در احادیث و روایات متعدد وارد شده و دارای ثواب و اجر عظیم است و مشتاقان بسیاری در طول قرنها و هر ساله در روز عرفه به سوی مرقد متحر حضرت سید و شهده روی می آبرند. این در حالی است که مدرسه دینی الازهر نهاد عالی دینی مسلمانان اهل سنت پس از انتشار گزارش های اخیر و با صدور بیانیه گفته که مراسم حج باید در زمان و مکان مقرر آن در عربستان سعودی برگزار شود. روابط میان ایران و عربستان سعودی با تنش مواجه است و هر دو کشور دیگری را به کارشکنی در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج سال جاری متهم می کنند. رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اخیر حملات تندی به رهبران عربستان سعودی داشته و خواستار خارج شدن برگزاری مراسم حج از کنترل آنها شده است. در واکنش به سخنان آقای خامنه ای، عباس شومان قائم مقام مدرسه الازهر به روزنامه شرق الاوسط گفت تمام مقام های این مدرسه در کنار عربستان سعودی ایستادند آقای شومان از همه مسلمانان نیز خواست تا به سخنان مخرب توجه نکنند در خبری دیگر روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به حضور برخی چهره های نامتعارف در راهپیمایی جمعه اخیر علیه عربستان سعودی نسبت به برنامه آتی کارگردانان این صحنه ها ابراز نگرانی کرد و نوشت حضور چند چهره معروف به کلاه مخملی در راهپیمایی ضد آل سعود و آل خلیفه که روز جمعه در تهران برگزار شده بود موجب تعجب مردم شد روزنامه جمهوری اسلامی نوشت نوشته است تا کنون سابقه نداشت چنین چهره هایی که با سیبیل هایی از بناگوش در رفته و جست های ویژه خود مردم را به یاد صحنه های خشن فیلم فارسی می اندازند در راه ها حضور داشته باشند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است از همکنون این نگرانی وجود دارد که کارگردانان چنین سحنه هایی در صدد تولید مثل این چهره های نامتجانس با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای حضور در راهپیمایی پیمایی 22 بهمن باشند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید حالش رو به بهبود است و به زودی فعالیت و سفرهای انتخاباتیش را مجددا آغاز خواهد کرد. سفر انتخاباتی هیلاری کلینتون به ایالت کالیفرنیا به دلیل ابتلا به عفونت ریه لغو شده است. خانم کلینتون روز دوشنبه 22 شهریور ماه به شبکه سی گفت توصیه خردمندانه پزشک خصوصی خود مبنی بر پنج روز استراحت را نادیده گرفته بود. خانم کلینتون از روز یکشنبه شنبه 21 شهریور ماه در نیویورک و پس از ترک مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر به خاطر عفونت ریه تحت معالجه قرار گرفته است. روز یک شنبه تصاویر ویدیویی نشان داد که خانم کلینتون تعادلش را از دست داد و با کمک دستیارانش وارد خودروی خود شد. خانم کلینتون در این مورد به سنان گفت حس کردم سرم گیج می رود و حدود یک دقیقه تعادلم را از دست دادم اما وقتی وارد خودرو شدم توانستم بنشینم و بعد از اینکه آب نوشیدم و خنکتر شدم فورا احساس کردم که حالم بهتر شده است از طرف دیگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه گفت سلامت نامزدها یک مسئله انتخاباتی شده و به زودی نتایج آزمایش های پزشکی اخیر خود را با ارقام خیلی خیلی مشخص منتشر خواهد کرد آقای ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت امیدوارم که نتایج خوب باشند فکر کنم که خوب خواهند بود من حالم عالیه آقای ترامپ تا حال یک گواهی از پزشک خصوصی خود منتشر کرده است که در آن آمده مشکل جسمانی جدی ندارد و در صورت پیروزی سالمترین نامزدی است که رئیس جمهور خواهد شد. همزمان ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرده است که جزئیات بیشتری از سوابق پزشکی و وضعیت سلامت وی را روزهای آینده منتشر خواهد کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه نیز اعلام کرده است به زودی نتایج آزمایش‌های پزشکی خود را منتشر می‌کند. کند. واکنش دیرهنگام ستاد انتخاباتی خانم کلینتون به بیماری وی و همچنین اینکه ستاد پس از دو روز اعلام کرد که خانم کلینتون زاتوریه دارد باعث افزایش انتقادها از ستاد انتخاباتی نامزد حزب دموکرات شده است. رویترز میگوید تاخیر ستاد خانم کلینتون در اعلام وضعیت وی نگرانی ها در خصوص مخفی کاری درباره وضعیت سلامت نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را افزایش داده است. برایان فالون سخنگوی خانم کلینتون در این خصوص گفته است فکر می کنم اگر به گذشته نگاه کنیم ما می توانستیم بهتر از این مسئله را مدیریت کنیم و اطلاعات بیشتری سریع در اختیار همگان قرار می دادیم وی اضافه کرده است ستاد انتخاباتی در 90 دقیقه پس از انتشار ویدیویی که خانم کلینتون به کمک دیگران سوار ماشین می شود در تلاش بود تا از سلامت وی مطمئن شود به جای آنکه اطلاعاتی در این زمینه منتشر کند برخی از تحلیلگران میگویند وضعیت سلامت خانم کلینتون به موضوع مهمی در روزهای آینده و در جریان رقابتها تبدیل خواهد شد. یک استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمینگام میگوید دموکرات ها میخواهند کلینتون برای اولین مناظره که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود در بهترین وضع سلامت باشد. اگر اینطور به نظر برسد که او در آن زمان مشکل سلامتی دارد این مسئله جدی برای کمپینش به وجود می آورد. وزارت نیروی ایران میگوید از 169 صد بزرگ کشور تنها 20 صد به اندازه 90 درصد از حجم خود آب دارند و ذخیره آب در 77 صد بزرگ کشور در آخرین روزهای شهریور کمتر از 40 درصد حجم آنهاست بر اساس این گزارش با وجود بارندگی در نقاط مختلف ایران در هفته گذشته و جاری شدن سیل در استانهای گلستان، گیلان و مازن آن هنوز مخازن 77% صد کشور از جمله لار، زاینده رود، درودزن، ساوه، پانزده خورداد، استقلال و دوستی کمتر از چهل درصد آب دارند. وزارت نیرو همچنین اعلام کرد که دوازده صد کشور بین چهل تا پنجاه درصد و سی و صد کشور بین پنجاه تا هفتاد درصد از ظرفیت خود آب دارند. به گفته ی وزارت نیرو، بیست شش صد کشور از جمله کرج، کرخه، شهید عباسپور و طالقان بین هفتاد تا نود درصد آب دارند که به دلیل پرآب بودن برخی از صدهای اطراف تهران، این شهر در پاییز امسال م... مشکل کم آب نخواهد داشت. در این گزارش به مجموع ذخیره آب سدهای ایران اشاره ای نشده است. وزارت نیرو 17 شهریور در گزارشی اعلام کرده بود که 53 درصد از مخازن سدهای کشور پر است. وزارت نیرو میزان ذخایر آب در سدهای کشور در آخرین روزهای شهریور سال 94 را حدود 18 میلیارد متر مکعب اعلام کرده و خبر داده بود که ذخیره آب سدهای کشور نسبت به سال 93 نزدیک به 8 درصد کاهش داشته است. ایران در دوران خشکسالی شدیدی به سر می برد تا جایی که بسیاری از طالاب ها و دریاچه های کشور رو به خشکی رفتند. همزمان پژوهشکده تالاب بین المللی هامون اعلام کرده که این تالاب به طور کامل خشک شده و خبرگزاری ایسنا نیز از بروز یک فاجعه زیست محیطی و مرگ بیش از دو میلیون ماهی و بچه ماهی پس از خشک شدن این تالاب خبر داده است. با این حال مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفته بروز یک فاجعه زیست محیطی و مرگ ماهیان را جفسازی خوانده است. پژوهشگری طالاب بین المللی هامون با انتشار نتایج بررسی خود اعلام کرد که بستر طالاب هامون در تمامی نقاط آن به خشکیدگی کامل رسیده است. به گفته این پژوهشکده تنها در اواخر مرداد ماه بخشی بسیار کم از این طالاب به طور جزئی آبگیری شده اما بر اساس تصاویر ماهوارهی ای این آب حتی یک ماه نیز دوام نیاورده است. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود اعلام کرد که با خشک شدن تالاب بین المللی هامون در هفته های اخیر بیش از دو میلیون ماهی و بچه ماهی تلف شده و یک فاجعه زیست محیطی در جنوب شرق کشور رخ داده است. در همین حال محبلی سیستانی مدیر کل شیلات سیستان خبر داد که بعد از خشک شدن تالاب هامون بیش از 350 تن ماهی خشک از این تالاب جمع‌آوری شده است. با این حال سعید محمودی مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان تلفات ماهی ها در طالاب هامون را جفسازی خواند و گفت که هیچ فاجعه زیست محیطی در هامون رخ نداده و حال تالاب هامون بسیار خوب است. گزارش‌ها درباره خشک شدن کامل تالاب هامون در حالی منتشر شده که این تالاب در فروردین ماه در جریان چهارمین کنگره جهانی های زیست کره زمین در فهرست سازمان آموزشی فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران سومین دریاچه بزرگ ایران است و آب رود هیرمند یا هلمند از استان هلمند افغانستان به این دریاچه می ریزد. بنابر گزارش ها خشکی طالاب هامون از جمله دلایل وجود ریزگردها در منطقه سیستان و بلوچستان است. به جز این تالاب برخی از دیگر تالاب های ایران نیز شرایط بحرانی دارند. خبرگزاری ایرنا پیش از این خبر داده بود که از بیش از هزار تالاب ایران 800 تالاب شرایطی بحرانی پیدا کردند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده که بیش از 50 درصد از تالاب و دریاچه های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار دارند. محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان گفته که موفق شده در زندان امرالی با برادرش دیدار بکنه و که حامل پیام آقای اوجالان برای مردم کرد به مناسبت روز عید قربان بود وضعیت جسمی او رو خوب توصیف کرده دولت ترکیه به مناسبت عید قربان اعلام کرده بود که اجازه میده خانواده اوجالان با او در زندان محل اقامتش دیدار بکنن منتها زمان این دیدار محرمانه اعلام شده بود حالا محمد اوجالان میگه که او شب عید قربان موفق شده پس از دو سال با برادرش در زندان امرالی دیدار داشته باشه آنطور که خبرگزاری فرات نیوز هم گزارش داده محمد اوجالان پس از دیدار با برادرش طی یک کنفرانس مطبوعاتی پیام آقای اوجالان رو خطاب به مردم کور اعلام کرده از جمله نکاتی که در پیام اخیر آقای اوجالان دیده میشه ابراز نگرانی او هست از بالا گرفتن جنگ و خونریزی در ترکیه اوجالان گفته در جایی که روزانه حدود چهل نفر در کشور کشته میشن نباید ایدی اعلام بشه او همچنین خطاب به دولت ترکیه گفته که ما پروژه هایی در دست داریم که بر اساس اون این امکان وجود داره که ظرف شش ماه جنگ و خونریزی در ترکیه متوقف بشه خجالان دولت ترکیه رو عامل متوقف شدن مذاکرات صلح دانسته و گفته مسئله کورت یک مسئله 20 ساله نیست بلکه مسئله است که ریشه اون به حدود 150 تا 200 سال گذشته برمیگرده همینطور آقای اوجالان جنگ و خونریزی در ترکیه رو شایسته این مردم ندانسته و گفته این موضوعی نیست که راه حلی نداشته باشه و میشه اونو حل کرد در این حال او گفته که حل کردن این مسئله از طرق نظامی غیر ممکن است آقای اوجالان گفته که چهل سال است که این جنگ ادامه داره و ممکنه تا هشتاد سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه در این حال او تاکید کرده که با اینکه اونها راه حل این مشکل رو در دست دارن اما راه حل فقط نباید یک طرفه باشه بلکه دولت ترکیه هم باید در این زمینه مسئولیت بپذیره مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه که از سال 2013 آغاز شده بود تابستان گذشته سرانجام متوقف شد و به نوعی به شکست انجامید و دو طرف بار دیگر رو در روی هم و در فاز نظامی ایستادن مذاکراتی که قرار بود به قول آقای اوجالان تفنگ ها خاموش بشن و زبان ها سخن بگوین اما این دور از مذاکرات هم ره به جایی نبرد و مناطق جنوبی ترکیه عملا صحنه جدال دولت و اعضای پکاکا شده در تازه ترین این درگیری ها روز گذشته در شهر کرنشین وان انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی حزب دارد و توسعه موجب زخمی شدن حدود 53 نفر از جمله دو نیروی پلیس شد انفجاری که درست در روز عید قربان رخ داد و در واقع این روز رو به کام عده زیادی تلخ کرد مقامات محلی انفجار رو به پکاکا نسبت دادن در محل انفجار تعداد گردشگر خارجی از جمله چند ایرانی هم حضور داشتن که جزو زخمی شدگان هستن اما مقامات محلی در ترکیه اعلام کردن که همه مجروحان از جمله گردشگران ایرانی حالشون خوبه و از بیمارستان مرخص شدن سفیر ایران در ترکیه هم گفته که اونها در حال بازگشت به ایران هستند. پس از طرح انتقادهایی در مورد نحوه اجرای مقررات کارگروه مبارزه با پولشویی از سوی امامان جمعه چند شهر سخنگوی دولت حسن روحانی در پاسخ به آنها گفته است انتظار می رود در تریبون نماز جمعه به مباحث مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی احترام گذاشته شود نحوه اجرای مقررات مرتبط با کارگروه مبارزه با پولشویی که از جمله به گفته برخی رسانه ها محدودیت های را در ارائه خدمات بانک که به برخی نهادهای وابسته به سپاه سبب شده انتقادهای رسانه ها و چهره اصولگرا را در پی داشته و این گروه ها اعمال چنین محدودیت هایی را به خود تحریمی تعبیر کردند این موضوع در خطبه نماز جمعه 19 شهریور ماه مورد اشاره برخی امامان جمعه بود از جمله در تهران احمد جنتی گفت که این قرارداد موجب تحریم داخلی نهادهایی چون قرارگاه خاتم انبیاه وابسته به سپاه پاسداران در داخل کشور خواهد شد و افزود که مجلس نباید در این قضیه سکوت کند و باید نظارت خود را اعمال کند آقای جنتی ادعا کرد که 87 فرد و نهاد با موافقت نامه FATF تحریم می شوند و دولت باید توضیح دهد که به چه جرأتی برخلاف مساله ملت محرمانه سندی را امضا کرده است. در همان روز مشابه همین سخنان از زبان اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گزارش شد روز سهشنبه 23 شهریور ماه در واکنش به چنین سخنانی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفت جای طرح کامل این مباحث در شورای عالی امنیت ملی است و گاهی در رسانه ها و تریبان ها برخی مسئولان مجبور به ارائه توضیحاتی می شوند که به هیچ وجه صلاح نیست این مباحث در سطح رسانه مطرح شود برخی از انتقادهای دیگر در مورد اجرای مقررات پولشویی مربوط به نحوه حمایت ایران از سازمانهای جهادی پس از اجرای این توافق است با این حال سخنگوی دولت روحانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران شرایطی را در این سند میپذیرد که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد و در قانون اساسی نسبت به نهزتهای آزادی بخش توضیح واضحی داده شده است. آقای نوبخت افسوده ما با کشور کره شماری در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته و تصریح شده که هر توافقی که در چارچوب قانون اساسی است مورد احترام ماست در 24 ژوئن 2016 کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که محدودیت های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد این اقدام پس از آن بود که مقام های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند با این حال اندکی پس از این تفاهم عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران تاکید کرد ایران حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد او گفته بود بر اساس قانون تأمین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی گروههایی که فعالیت های ضد استعمارگری و نجات پرستی دارند گروه تروریستی محسوب نمی شوند و تشخیص گروه های تروریست با شورای عالی امنیت ملی است. دوشنبه شب درباره سزنی که قصد عملیات انفجاری و تروریستی در یکی از ایسگاه های قطار در پاریس داشتند اطلاعات تازه توسط دادستان منتشر شد این سه همانهایی هستند که اتومبیل حاوی کپسول های گاز را قصد داشتند در نزدیکی کلیسای نوتردام منفجر کنند انیسه 19 ساله سارا 23 ساله و عمل 39 ساله از طرف دیگر در پرونده موازی این بار یک نوجوان پانزده ساله در پاریس در محله سیزدهم دستگیر شد نکته ها اهمیت این که سر نخ این هر دو پرونده به رشید قاسم فرانسوی جهادی حاضر در سوریه متصل است که آنها را فرماندهی می کند. او از سال 2012 فرانسه را ترک کرده است این همان فردی است که یک بار قتل زن و شوهر پلیس فرانسوی را در برابر فرزند سه سالهشان مدیریت کرد و دیرتر کشیش 84 ساله را در کلیسایی در روان آنها این سه نفر قصد داشتند کار انفجاری را در ایستگاه گاردولیون که تمام خطوط جنوب راه آهن را در فرانسه متصل می کند منفجر کنند این گفته ها را دادستان پاریس اعلام کرده است این فیلم را که مشاهده می کنید مربوط به زمان دستگیری سزن است که به گفته این شاهد با فریاد الله اکبر به گذشته و امروزشان مفتخرند سفرد دستگیر شده تنها تاسفشان این است که چرا تا نهایت مقاصدشان موفق نشده و آشکارا نه تنها اظهار تاسفی ندارند بلکه با فریاد الله اکبر یک پلیس را با چاقو و سپس فرد مورد نظر از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفت آنها میگویند این عملیات به انتقام قتل فرماندهشان توسط ارتش امریکاست نشه فیگارو در آخرین شماره خود نوشته است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در ماه می آینده قطعا روی محور مبارزه با تروریسم تکیه خواهد داشت گرچه هم وزیر کشور و هم نخست وزیر گفتند که فرانسه باید آماده عملیات مشابه تروریستی باشد. پاریس تلویزیون ایران فردا. دریادار جان ریچاردسون فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا خواستار دستیابی به توافقی بین آمریکا و ایران بر سر چارچوب رفتاری در خلیج فارس شد. آقای ریچاردسون روز دوشنبه 22 شهریور ماه توافق با ایران را لازمه ی کاهش ریسک دانست و گفت چون این چارچوب های رفتاری با روسیه و چین وجود دارد. طی هفته های اخیر مقام های آمریکا از نزدیک شدن بیش از حد قایق های ایرانی در خلیج فارس به صورت غیر ایمن و غیر حرفه به شناورهای آمریکایی خبر دادند سه مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه 22 شهریور ماه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتند ایرانی ها دو هواپیمای تجسسی نیروی دریایی آمریکا را در روز شنبه نزدیکی قلمرو دریایی ایران در خلیج فارس به حمله تهدید کردند. فاکس نیوز میگوید تهدید این هواپیماهای تجسسی نیروی دریایی تازه ترین رویداد در زنجیره ی حوادث اخیر در رویارویی آمریکا و آمریکا در خلیج فارس است. این مقام های وزارت دفاع آمریکا به فاکس نیوز گفتند روز شنبه دهم ده سپتامبر یک هواپیما به همراه نه خدمه و یک هواپیمای دیگر به همراه 24 خدمه در مأموریتی در 13 مایلی سواحل ایران در تنگه هرمز در حال پرواز بودند که در جریان پرواز این هواپیماها نیروهای نظامی ایران به این دو هواپیما هشدار دادند یا تغییر مسیر داده یا با خطر سرنگونی مواجه خواهند شد مقام های پنتاگون گفتند این دو هواپیما به هشدار و تهدیدهای نیروهای نظامی ایران توجه نکرده و به پرواز خود بر فراز آبهای بین المللی و در نزدیک قلمرو ایران ادامه دادند. یک مقام پنتاگون در پاسخ به این پرسش که چرا این هواپیماهای آمریکایی نزدیک ایران پرواز می کردند گفته است ما می خواستیم واکنش ایرانی ها را بسنجیم. این مقام پنتاگون گفت وقتی هواپیمایی را به سرنگونی تهدید می کنید چون روی کردی ای نیست. یک مقام دیگر پنتاگون گفته است حادثه ی اخیر را نمیتوان ناامن توصیف کرد چرا که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی ایرانی ها هیچ موشکی به سمت این هواپیماها شلیک نکردند در واکنش به هشدارهای مقامهای آمریکایی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفت بحثهای نظامی در خلیج فارس فضا سازی است آقای نوبخت افزوده مرزداران غیور ما همیشه درباره برخورد با هر متجاوزی آمادهاند و این نقطه قوت کشور است در همین حال در گزارشی خبرگزاری فارس از به آبندازی یک شناور تندروی برد بلند بالگرد بر در منطقه دوم دریایی سپاه در بندر بوشهر توسط سپاه پاسداران خبر داده است. بنابراین گزارش علی رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران روز سه شنبه 23 شهریور ماه گفت امروز شاهد الحاق شناور شهید محمد نازری با قابلیت حمل بالگرد هستیم که با موفقیت انجام شده است. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی ایران در مراسم به آبندازی شناور بالگرد بر گفت این شناور با تلاش متخصصان داخلی و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی انجام شده و امروز به آب انداخته شده است وی برد این شناور را بیش از ده هزار کیلومتر خواند و گفت موسسه شهید محلاتی تلاش شبانه روزی برای ساخت این شناور داشته و چهارده ماه زمان اجرای این پروژه بزرگ و مهم بوده است.